پس از بیانیه خبرگان ارتجا که در اون تیم مذاکره کننده متهم به عبور از خط قرمزا شده و از روحانی خواسته شده بود که بابت خسارات برجام از ملت عذرخواهی کنه، با بیانیه متقابل دولت روحانی که در اون روی تناقض‌های این بیانیه و مواضع دلواپسان دست گذاشته شده بود، فراتر از یک دوئل بین خبرگان ارتجا و دولت حسن روحانی به یک لشکرکشی بین دو باند تبدیل شده. این جنگ و جدال در اولین گام و با موضع‌گیری شماری از اعضای خبرگان که در اون اعتراض کردند که اونها از این بیانیه خبر نداشتند، یک عقب نشینی رو به آخوند جنتی رئیس خبرگان تحمیل کرد و اون ناچار شدش که عنوان این بیانیه رو از بیانیه خبرگان به رئیس خبرگان تغییر بده، چرا که معلوم شد این بیانیه رو جنتی خودش لابد به دستور خامنه ای نوشته و با حقه بازی امضای کل خبرگان رو پای اون گذاشته. اما این موضوع تا اینجاش طبعا نمیتونه پایان ماجرا باشه و این حکایت همچنان باقی است. اما بد نیستش گزیده ای از تک و پاتک های دو باند علیه همدیگر رو تا همینجا ببینیم و بشنویم. بیانیه دولت روحانی در جواب بیانیه خبرگان: تناقض‌گویی نکنید. متاسفانه آنان که باید عذرخواه مواضع نادرست خود در گذشته باشند، طلبکارانه به دستاوردهای ملی میتازند و حاضر نیستند به این سوال پاسخ دهند که خسارت‌های تحریم ظالمانه بر ملت ایران چه میزان بوده و برای پیشگیری به موقع از آن خسارت‌ها چه کردند. آنها هیچگاه حاضر نیستند از ناتوانی خود در ارائه راه‌های جایگزین برجام سخن بگویند و صادقانه بابت رویکرد غلط و کارشکنی‌های خود در روند پیشرفت کشور از ملت عذرخواهی کنند. آنها در تعارضی آشکار هم دلواپس حضور آمریکا در برجام بودند و هم شاکی خروج آمریکا از برجام. مدیریت مسئولانی کشور عرصه تناقض‌گویی نیست، بلکه نیازمند تصمیم قاطع و عمل شجاعانه است. سایت حکومتی جهان نیوز 24 اردیبهشت: دولت طلبکار شد، منتقدان برجام عذرخواهی کنند. لازم به ذکر است این اطلاعیه از سوی دبیرخانه شورای اطلاع رسانی دولت در حالی صادر شده است که ملت شریف ایران در انتظار عذرخواهی رسمی شخص رئیس جمهور و تیم مذاکره کننده هسته‌ای، خاصه آقایان ظریف و عراقچی هستند که به علت اعتماد به آمریکا، عدم رعایت برخی خطوط قرمز مطرح شده توسط رهبر انقلاب، عدم اجرای متناظر تعهدات و همچنین ضعف‌های برجام که منجر به نقض مکرر این سند از سوی 6 کشور مقابل و در نهایت خروج بدون هزینه آمریکا از این سند شد، ایران اسلامی متحمل خسارات سنگینی گردید. سایت حکومتی رجا نیوز 24 اردیبهشت: آقای روحانی، به عنوان مسئول مذاکرات نه یک بار که 4 بار باید عذرخواهی کنید. از این رو با زیر پا گذاشتن 9 شرط رهبر انقلاب، 10 شرط شورای عالی امنیت ملی و 9 شرط مجلس شورای اسلامی، نه تنها حسن روحانی باید از ملت ایران عذرخواهی کند، که باید از رهبر انقلاب و 2 نهاد دیگر به خاطر ضعف خود در جامعه عمل پوشاندن به شرطهای برجام عذرخواهی کند. علی مطهری، نایب رئیس مجلس ارتجا، 24 اردیبهشت: جناب آقای جنتی، در این نامه از طرفی پذیرفته اید که برجام با نظر مقام رهبری امضا شده است و از طرف دیگر از رئیس جمهور خواسته اید که به خاطر خسارت‌های وارده ناشی از برجام از مردم عذرخواهی کند. آیا این دو سخن تناقض و احیاناً تعریض ناخواسته به مقام رهبری نیست؟ آیا تکلیف شرعی دستگاه دیپلماسی را جناب عالی تعیین می‌کنید یا مقام رهبری؟ همچنین آیا تکلیف قانونی دستگاه دیپلماسی را جناب عالی تعیین می‌کنید یا مجلس؟ ورود به مسائلی مانند برجام و تعیین تکلیف برای رئیس جمهور و مجلس شورای اسلامی از وظایف آن مجلس نیست. برای جناب عالی آرزوی توفیق الهی دارم. آخوند منتجب نیا از باند روحانی 24 اردیبهشت: کسانی باید عذرخواهی کنند که در دولت گذشته دنیا را تحریک کردند. این آقایان باید دست از غرض‌ورزی و نفسانیت بردارند. آنها در شأنیتی قرار گرفتند که می‌خواهند نسبت به عالی‌ترین رکن نظام اسلامی نظر بدهند. آیا به همین شکل مغرضانه می‌خواهند نظر بدهند؟
من به عنوان یک شهروند و یک دلسوز نظام به نمایندگان خبرگان هشدار می‌دهم که اجازه ندهند به خاطر موضع‌گیری‌های غلطی که بعضی افراد به نام خبرگان انجام می‌دهند، خبرگان آسیب ببینند. سایت حکومتی عصر ایران 24 اردیبهشت. کسانی که می‌گویند روحانی باید بابت برجام عذرخواهی کند، درباره این سه مورد اندکی اندیشه کنند و پاسخ دهند. سوال اینجاست که چرا حتی یک بار از دولت و رئیس دولتی که مدام بر کشور فاجعه میبارید نخواستید عذرخواهی کند؟ شما درد کشور دارید؟ یا بازی‌های جناحی چنین رفتارهای دوگانه و متناقض و دون شأنی را ایجاب میکند؟ حال چرا باید عذرخواهی کند؟ آیا به نظرشان باید همان راه قبلی طی میشد تا کشور دچار خفگی نهایی میشد؟ و حالا که این کار را نکردند باید عذرخواهی کنند؟ آخوند هادی غفاری از باند اصلاح طلب 24 اردیبهشت. آنچه مخالفان دولت به اسم حمایت از رهبر انقلاب اسلامی در صدد الغای آن هستند، در واقع توهینی به ملت، رئیس جمهوری و رهبری نظام است، چرا که در صدد هستند الغا کنند در کشور ما تصمیمات مهم و ملی بدون کسب اجازه و نظر رهبر معظم انقلاب اسلامی اتخاذ می شود. همه می دانیم نمی توان تصمیم بزرگی گرفت که رهبر معظم انقلاب اسلامی از آن مطلع نباشند. بر اساس روایت های متواتر، گزارش جلسات ایران و 5 به علاوه 1 به مقام معظم رهبری می رسید.